سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم. امروز چند خبر مهم بود، میخواستم که شما رو مطلع کنم. خبر زیاد طولانی نیست، شاید 5 دقیقه طول بکشه. روسیه چند وقت پیش ها بود که غرب رو تهدید کرد که اگر به اوکراین اسلحه‌های سنگین بدید، هواپیما بدید، ما هم میریم به اون کشورهایی که دشمن شما هستند، به اونها اسلحه میدیم. این کار رو آقای پوتین همینطور که به نظر میرسه انجام داده، رفته با کره شمالی و با ویتنام که یکی از دشمنان قدیمی آمریکاست، چون بیچارهشون کرده بودن. جریان جنگ ویتنامو میدونید، الان آقای پوتین اونجا بود توی ویتنام، نه تنها با کره شمالی بلکه با ویتنام هم قرارداد بست، قرارداد تسلیحاتی که با هم از این به بعد نظامی کار بکنن. به احتمال زیاد وسایل زیادی رو در اختیار اونها خواهد گذاشت که اونها هم بتونن اگر جنگی شد، کاری شد، بر علیه آمریکا یا متفقین آمریکا دخالت بکنن. کره شمالی هم که خب ازش خبر دارید، میدونید که اون هم یکی از دشمنان سرسخت آمریکاست، به خاطر بلاهایی که سر کره آورده، تحریم و اینها از زمان جنگ جهانی تا الان ببینید چند ساله که دارن تحریم میکنن و به جایی هم نرسیدن در اصل آمریکایی‌ها. این یه خبری بود میخواستم خدمتتون عرض کنم. تحرکات نظامی اوکراین در مرز بلاروس زیاد شده، کلی از این تانکایی رو که فکر میکنم اسمش از آبراهامز مال آمریکا هست، ورداشتن بردن دم مرز بلاروس. تحرکات از لحاظ فردی نظامیار هم ورداشتن، یه سری رو بردن اونجا، میخوان چیکار کنن. من متاسفانه اطلاعاتی نتونستم به دست بیارم، ولی با این کاری که دارن میکنن، جز اینکه خودشون آماده حمله دارن میکنن، چه کار دقیقی میخوان اونجا انجام بدن من نمیفهمم. چون که همین امروز توی همین 24 ساعت گذشته تقریبا روسیه یه دونه بمب ستونی انداخت توی خارکوف، میگیم اونجا در جاهایی که به اصطلاح این نظامی ها جمع شده بودند و تولیدات اسلحه و اینجور چیزا بود، انداخت و کلن اونجا رو منفجر کرد. یه ویدیوی هم ازش هست، مثل اینکه انگار بمب اتمی انداخته باشی. از این بمبا آمریکایی‌ها در افغانستان موقعی که طالبان بودن خیلی استفاده کردن. یک خبر دیگه هم این بود که میخواستم از اون مطلع باشید. یه خبر خیلی خیلی مهم دیگه هست. 4 تا از کشورهایی که در پیمان شانگهای هستند، اینها اومدن با هم یه قراردادی بستن که با هم تولید مشترک سلاح‌های عجیب و غریب یا سلاح‌های سنگین رو داشته باشن. از اون 4 کشور یکیش ایران هست، کره، چین و روسیه. من حدس میزنم با این وضعیتی که داریم پیش میریم، به احتمال زیاد کره شمالی و ویتنام رو هم در بر خواهد گرفت. اگر هم الان نباشه این کار خواهد شد. این یه خبر دیگه بود که خیلی خیلی مهم هست، تأثیر شدیدی بر روی اروپا خواهد گذاشت، ترس اینها رو بیشتر خواهد کرد، چون اینا هر روز هی دارن تحریم ها رو بیشتر میکنن، دارن هی تهدید ها رو هم بیشتر میکنن، نه فقط تحریم ها که فلان میکنیم اعلام میکنیم. من فکر میکنم با این کارهایی که غرب داره میکنه، اگر ملتشون جلوی این غربی ها رو نگیره، اروپای غربی به خصوص مثل فرانسه، آلمان، انگلیس، امکان این که اینها ما رو به سمت جنگ جهانی سوم ببرن خیلی زیاد شده. سر همین هم الان انتخابات در این کشورها، مثلا فرانسه، گروه های تندرو که بهشون میگن فاشیست ها، یا افرادی مثل اونها، گروه های مثل اونها در این انتخابات میشه گفت برنده شدن، بیشتر رأی رو آوردن و به اون سمت هم داریم میریم در بیشتر کشورهای اروپایی. یک خبر دیگه بود امروز در اسرائیل، چون اومدن گفتن ما کارهای ارتش رو تموم کردیم، آماده شده برای حمله به لبنان و بزنه داغون کنه و فلان کنه، در صورتی که در ماه نهم شروع شد در جنگ با حماس، موندن هر روز اگر یادتون باشه تو اون 3-4 هفته اول هی می اومدن پاشونو با چکمه هاشون میکوبیدن این نظامی هاشون به زمین دم مرز غزه.
در چند هفته آینده کارشون تموم هست و بعدم میریم اونجا و بعد از حماس هم این کارها رو میکنیم. الان دیگه اصلا صحبتی از اینکه بعد از حماس وجود نداره، چون میدونن با حماس هیچ کاری نمیتونن بکنن. بعد از حماس اینا هم همش خواب و خیال و تخیلات هست. همین حرف رو دارن حالا راجع به یه ارتش میشه بهش گفت، ارتش بزرگتر که 123,000 نفر داره، حزب الله هم هست، الان بیچارهشون کرده با راکتا و پهپادا، دارن همین حرف رو راجع به اون میزنن و میگن ارتش آماده کردیم حمله کنیم. وزیر اینجا رو ممکنه اشتباه کنم در گفتن، وزیر انرژی بود فکر میکنم اومد، مال اسرائیل رو میگم، امکانم داره وزیر دیگه بود ولی حدس میزنم وزیر انرژی بود، اومد گفتش که حواستون جمع باشه به ارتشی ها و اینها، اگر حزب الله برق ما رو بزنه که تهدیدم کردن، اسرائیل ها نمیتونن یه روز هم حتی بدون برق زندگی کنن، کارهای ما همش با برق هست و اینها، حواستون جمع باشه. یعنی اومد دقیقا واقعیت هایی رو گفت که هست، میگه حالا اگر میخواید حمله به اونا بکنید فکر این رو هم از همین حالا بکنید، با یه لحن همینطوری گفت وزیره، کسی که مسئول این کارها بود، فکر این کار رو هم از همین حالا بکنید که بدون برق چه کار خواهد شد. حالا دیگه هموطنان عزیزم خودتون فکر کنید با این صحبتهایی که اینها وزیر هستن دارن میکنند، یا اتفاقاتی که اول جنگ توی غزه افتاده بود، ویدیوهاش هست، هر روز میگفتن بعد از حماس ما این کارها رو خواهیم کرد، بعد از حماس غزه اینطور خواهد شد، یعنی ما حماس رو میزنیم نابود میکنیم بعدش هم غزه رو این کارا رو میکنیم. دیگه این صحبت ها نیست بعد از حماس، تموم شده رفته. یعنی خودشون الان بعضی از افرادی که در دولت هستند، اینها رو هم میشه تو اینترنت پیدا کرد و گوش کرد یا خون، افرادی که در دولت خود همین آقای نتانیاهو هستن، یا یه سریشون که خودشون کنار کشیدن، یا یه سریشون قبلا رئیس جمهور بودن یا وزیر بودن، اونها دهن باز کردن میگن حماس اینطوری که گفته میشه، دروغ به ملت نگید، نمیتونید حماس رو از بین ببرید، میتونید جنگ بکنید ولی از بین نمیتونید ببرید. الان راجع به اینها داره صحبت میشه. حالا شما که اونجا این کار رو نمیتونید بکنید با حماس، چجوری میخواید آخه با حزب الله در بیفتید؟ یکشون حتی برگشته گفته ارتش ما آمادگی این رو نداره که بره داخل لبنان بشه با اینها بجنگه. اینها خبرهای مهمی بوده که اتفاق افتاده، خواستم ازش مطلع باشید. تا برنامه بعدی خداحافظ.